خیلی ها براشون پیش اومده که برد جاروبرقیشون سوخته و دیگه نمیتونن از این برد استفاده کنن. بردش هم تو بازار پیدا نمیشه یا کمیابه و هزینه و قیمتش خیلی بالاتر از اون چیزیه که بخوای شما این برد رو تعویض کنید. بعضیا میان با یه سر کردن این قسمت و موتور به برق مستقیم ازش استفاده میکنن که کار بسیار اشتباهیه، چون زمانی که شما میایید از موتور به صورت مستقیم از برق مستقیم استفاده میکنید و 220 ولت مستقیم به سر موتور میدید، موتور در لحظه اول با قدرت و شدت خیلی زیادی شروع به کار میکنه و آسیب میزنه به موتور و مطمئنا جریان خیلی زیادی هم میکشه و این جریان زیاد باعث میشه که موتور آسیب ببینه و خب اون عمل کردی که باید داشته باشه رو دیگه نداشته باشه، عمر مفیدش میاد پایین و دیگه عمر مفید موتور وقتی بیاد پایین، هزینه تعویض موتور و خیلی داستانهای دیگه که براش اتفاق میفته. خب میریم برای تعویض این برد و جایگزین کردن این برد با برد همه کاره جاروبرقی، که با این برد همه کاره جاروبرقی به راحتی میتونید جایگزین کنید با برد قبلی که کاری هم نداره. با هم دیگه این آموزش رو میبینیم که چجوری میتونیم برد همه کاره جاروبرقی رو با برد قبلی جاروبرقی تعویض کنیم. این برد جاروبرقی رو میتونید به سادگی از فروشگاه حراجی که آدرس سایتش هم هست میتونید تهیه کنید، موجوده و میتونید به راحتی از این آموزش برای نصب این برد استفاده کنید. خب بریم برای نصب این برد. اول از همه ما این برد رو کلن در آوردیم، کاری هم دیگه با این برد نداریم. ما اینجا روی موتور چند تا ورودی داریم. یه ورودی برای برق 220 ولتیه که از سیم جمع کن وارد جاروبرقی میشه. خب برق 220 ولت هم از سیم جمع کن وارد جاروبرقی میشه که ما با این قسمت کاری نداریم، فقط با این دوتا سیمی که از سیم جمع کن خارج شده کار داریم. برای اینکه این برد رو بخوایم روشن کنیم و همیشه روشن نمونه، نیاز به کلید داریم. کلیدم که شما اینجا دوتا خروجی میبینید از کلید، که دوتا خروجی داره برای برق ورودی. یه دونه برق ورودی وارد کلید میشه و یه برق ورودی دیگه خارج میشه که بخواد برد رو روشن کنه. خب برای نصب ما اول باید 220 ولت این برد رو تعمیم کنیم. روی این برد دوتا مشخصه داره که نوشته AC. این دوتا AC میشه برق ورودی ما. این دوتا سیم قرمز که روش نوشته AC برای برق ورودیه وصل میکنیم به این دوتا سیم. حالا این دوتا سیم چی داره؟ دوتا سوکت داره. من از رو برد قبلی اون سیمایی که وجود داره رو بر میدارم. خب روی برد قبلی این سوکت مربوط به اینجا بود، این سیم رو جدا میکنم که میخوام سر این سیم ببندم. این که میره سر کلید، اگه ببینید میبینید که اینجا وارد کلید شده. یه سیم برگشتی هم از کلید داریم که باید به AC این قسمت وصل کنیم. پس برق ورودی یه دونه مستقیم میاد سریم، یکی دیگه میره از اینجا از سیم جمع کن میره به کلید و از کلید برمیگرده به یکی از این AC ها میخوره که الان اینو وصل میکنم. خب روی برد این سیما رو پیدا میکنم، میبینم این سیمیه که برای کلید به کار میرفت. خب اینم چود دوتا سیم برق ورودی. این برق ورودی که از سیم جمع کن وارد این برد جدیدمون باید بشه، من این قسمت رو وصل میکنم. این سیمی که بود رو برد قبلی که از کلید برمیگشت، من اینم وصل میکنم. برق ورودی ما به همین سادگی وصل شده. من این سوکت رو وصل میکنم به یه سر ورودی سیم جمع کن. یه سیم دیگه هم هست که اینم باید به کلید وصل بشه. پس برق ورودی ما وصل شده به این صورت. دوتا سیم میمونه که میشه واسه موتور. یکی دیگه از خوبیای این قسمت اینه که شما با این ولوم میتونید موتور رو کنترل کنید، که کنترل سرعت موتور و مکش جاروبرقی رو با این ولوم میشه کنترل کرد. حالا من این دوتا سیمم وصل میکنم. روی برد قبلی سیمای موتور مشخصه، این دوتا سیم مربوط میشد به موتور. خب من این سیمای موتورم وصل میکنم. Thank you.
این دو تا سیم مربوط شده به موتور که به راحتی به این قسمت وصل میشه. خب برق ورودی ما که وصل شد، یه دونه مستقیم اومد سر موتور، یه دونه هم وصل میشه به کلیپ این قسمت. یکی دیگه از این سیمایی که از سیم جمع کن اومده بود وصل میشه به این قسمت. میمونه این قسمت، این میشه ولوم کنترل سرعت جاروبرقی. حالا اینو چجوری وصل کنیم؟ اینو شما باید یه جایی خارج از بدنه جاروبرقی جاسازی کنید. به این صورت ولومش در میاد. اینجا یه دونه پیچ داره، ما این پیچ رو باز میکنیم. دو تا رو میذاریم بیرون. میمونه این عباد. من روی بدنه جاروبرقی توی این قسمت که بالای جاروبرقی و کلید قبلی جاروبرقی قرار داشت، میخوام این بورد رو نصب کنم. میام روی این قسمت بدنه جاروبرقی نصب میکنم. چرا اینجا بس میخوام بکنم؟ چون اگر درب جاروبرقی رو باز کنم دیگه به این ولومه نخوره. باز شدن درب این قسمت رو باید در نظر بگیرید. چون این سیم یه مقدار کوتاه تا این بالا بیاد، من این سیمو میبرم بعد یه واسطه واسش قرار میدم. این شده ولوم جاروبرقی با سیم خیلی بلندتر. حالا میام روی بدنه جاروبرقی باید نصب کنم تو این قسمت. با این یه اندازه میگیرم، میبینم ابعادش تقریبا درسته. سوراخی که میخواستم ایجاد شد. بعد این ولومه رو اینجا کار میذارم. به همین راحتی این ولوم اینجا نصب شد. حالا میمونه بقیه قسمت ها که من باید اینو از این مسیر وارد خود جاروبرقی کنم. خب یه نکته اینجا داره، این سیم اگر بخواد از اینجا وارد جاروبرقی بشه، یه وقتی می‌خواستیم بورد رو باز کنیم یا مجدد جاروبرقی رو باز کنیم، برای ما دردسر میشه. خب بهترین کار چیه؟ ما باید این قسمت رو سوکتی کنیم. میایم از یه سوکت نرو ماده استفاده میکنیم. خب میام از سوکت نرو ماده برای وصل کردن این قسمت استفاده میکنم. میام چیکار میکنم؟ یه سمتو از سوکت نر، یه سمتو سوکت ماده وصل میکنم که به این صورت اینا رو وصل میکنم. حالا ما باید اینو وصلش کنیم، فقط همین وصلش کنیم و این سوکت نرو ماده‌ای که ایجاد کردیم توی این قسمت وصل میشه. خب الان ما باید اینو اول وصل کنم، بعد بریم سر وقت تستش. این دو تا سیمی که اینجا وجود داره، یکی که برای برق ورودی کلید بود و یکی دیگه هم که برق خروجی کلید بود، سر جای کلید وصل میکنه. خب این دوتا سیم کلید که وصل شد و میمونه دوتا سیم برای که برای کنترل سرعت بورد بود. خب این جاروبرقی وصل شد، حالا میخوایم تستش کنیم. بورد جاروبرقی رو من اینجا وصل کردم. چرا اینجا وصل کردم؟ زمانی که شما جاروبرقی رو روشن میکنید، هوای خروجی جاروبرقی باعث خنک شدن این بورد میشه. سعی کنید جایی رو نصب کنید که هوای خروجی وجود داره و باعث خنک شدن و خنک موندن بورد میشه که عمر بورد بره بالا. ببینید سرعت رو کم کردم، حالا روشنش میکنم. خب دیدید که به راحتی با این بورد کنترل سرعت تونستیم کنترل دور جاروبرقی رو باش تنظیم کنیم.
و دیگه نیازی نیست که شما از بردهایی که معیوب شده استفاده کنید یا یه سره کنید جاروبرقی، باعث خرابی موتور جاروبرقی میشه. خب اگه ویدیو براتون مفید بود حتما لایک و سیو کنید و حتما این ویدیو رو به اشتراک بذارید. امیدوارم که به دردتون بخوره و بتونید ازش کسب درآمد کنید.